استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصود عشق بود، جهان را بهانه کرد. گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها نثار شما بینندگان ارجمند و گرامی که برنامه با بزرگان موسیقی و همینطور نگاهی به شعر و موسیقی رو از شبکه جهانی پارس مشاهده می‌فرمایید. همونطور که هفته پیش خدمت شما عرض کردم، بینندگان بسیار ارجمند و گرامی، در برنامه امروز در خدمت استاد گرانقدر جناب بهرام مشیری هستم، شخصیتی که میانون ارجمند در زمینه‌های مختلف مطالعات عمیقی داره، به خصوص در مورد موسیقی. استاد مشیری بسیار اطلاعات وسیع داره. عرض کنم خدمت شما که کمتر شاید در این مورد خودشون صحبت کردم، من دعوت کردم که در خدمتشون باشیم و بهانه صحبت ما امروز یک شخصیت بزرگ، یک موسیقیدان بزرگ که به هر حال در بین ما نیست، ولی خب کارهاش یادگاراش هست. ما در واقع بهانه ما این بود که در کنار استاد گرانقدر بنده قرار بگیرم، راجع به شخصیتی مثل استاد پرویز یاحقی صحبت کنیم، به خاطر اینکه دو هفته پیش مصادف بود با سالروز درگذشتش و این قول رو به شما دادم که این برنامه رو ادامه خواهیم داد در مورد این استاد بزرگوار. درود دوستم خدمت جناب استاد بهرام مشیری. مخلص شما عزیز، قربونتون برم. شما خسته نباشین، حالتون چطوره؟ شما خسته نباشید، ما بعد از برنامه شما اشکال نداره، شما خواهش کردین در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. خدمت شما. جناب مشیری، شما اطلاعات وسیعی در مورد موسیقی دارید و چون امروز محور صحبت ما استاد پرویز یاحقی است، پس باید ابتدا بپردازیم به ویولون، این سازی که این گونه طرفدار داره. البته شخصیت‌هایی داریم که در نواختن ویولون واقعا به حد استادی رسیدن. من ببینیم، خواهش کنم که مطالعاتی که شما فرمودید، علل اصول نگاهیتون به این ساز چگونه است و ریشه این رو در چی میبینید، چجوری شد؟ بله بله، خدمت شما عرض کنم که ساز ویولون شاه سازها، سلطان سازها، در سر تا سر گیتی ویولونه علل اطلاق. یعنی این چیزی نیست که در بابش مناظره باشه یا تردید باشه، به جهت اینکه همه نواهای طبیعت رو در واقع طبیعی از این ساز میشنه و در همه فرهنگ‌ها این ساز کاربرد داره. اینکه صداش برای هیچ فرهنگی بیگانه نیست. این قوت و قدرت این ساز رو میرسونه. این تصویر ویولون هست. این ساز جمعاً بین 400 تا 500 گرم وزن بیشتر نداره. و از چوب ساخته شده. یک فیزیک خیلی پیچیده و کامپلکسی داره. یک کسی تا وارد قضیه نباشد نمیدونه کامپلکسیتی این ساز و رمز و رازش تا چه حدی است. دو تا پلیت داره، بهش میگن پلیت، ما میگیم صفحه. صفحه رو ببینید چه قوس‌هایی داره. اگه این صفحه رو بردارین، قطر این صفحه جا به جا فرق میکنه. یه جا قطورتره، یه جا نازکتره. و این صفحه عرض کنم بر اثر تجربه چند قرن بایستی از یک نوع کاج هست، بهش میگن سیتکا سپروس. سپروس خانواده کاج ها هستن. سیتکا سپروس یه خاصیتی داره که دیگه چوبا ندارن و اون این که این خطوطی که گرین چوب رو نشون میده، که روش که به طور موازی هستن، اینا در هر اینچه قریباً باید 64 تا باشه تا کوالیفای بشه که روی ویولون بره. بله. و صفحه زیرین این ساز چوب میپله. عرض کنم که روی دسته، این اصطلاح هم فینگر بورد میگن، روی دسته چوب آبنوس و گوشی ها هم آبنوس. اون قسمت ما میگیم سرپنجه، اینجا میگن پیک باکس. پیک باکس یعنی پیک به معنی گوشی است، پیک باکس یعنی همون منطقه بالایی که این چهار گوشی درش نصب هست. ویولون ابتدا سه سیمه بوده و بعد آماتی اون رو چهار سیم کرد. همین اتفاق هم در ایران افتاد در روی سه‌تار که اون درویش کرمانی یک سیم اضافه کرد و بعد درویش خان هم همون کار کرد در روی تار، از پنج سیم به شش سیم، و خیلی خیلی در صدای تار تاثیر داشت و هم در صدای سه‌تار. و خدمت شما عرض کنم که قطعات مختلف خرک، عرض کنم که از قرن در واقع 16 هم
که ساز ویولون پیدا شده و سه سیمه بوده و بعد شد چهار سیم، به دست استادان ایتالیایی که افتاد به کمال رسیده. بله. هیچی به این ساز اضافه نشد. بله. از زمان آدمای مثل برگونزی، استرادیواریوس که از همه مشهورتر هست و آماتی، هیچ چیز دیگه نتوانستن به این ساز اضافه بکنن جز یک چین پیس میگن. بله. که بذارم به جهت اینکه در روزگار خیلی قدیم ویولونیست ها از اینکه این چونه گاهی حتی زخمی بود. بله. و پینه بسته بود شناخته میشدن. درسته. چون این روی تکیه روی چوب. بله. و هر نوازنده ویولون در هر ساعت 170 کالری انرژی مصرف میکنه. بله. خیلی کار مشکلی است. بله. اینه که آمدن برای راحتی این چین پیس هم اضافه کردن برای اینکه این چیز نشه، اذیت نشه. و این تنها تغییری بود که در ساز داده شده در این 300 سال گذشته. بله. هیچ چیزی به نتونم بشه اضافه کنم. خدمت شما عرض میکنم که وقتی به تاریخش، خیلی تاریخ مفصل و پیچیده‌ای داره. بله. اولین کس عرض میکنم که به نام فراری هست. بله. که گفتن اون ساخته. اما حقیقت امر این هست که آماتی بوده. حالا عرض میکنم اینا کیا بودن. بله. وقتی به تاریخش تاریخ تو. بله. فراری آمده و چند نقاشی کرده. در نقاشی یک ویولون نشون داده که قوس داره. لطفا نقاشی فراری رو لطفا نشون بدید. بله. ببینید این مال اواسط قرن 16 هم هست. ببینید. بله. اونجا میبینید یه ویولون، اونجا میبینید ویولون نیستا. بله. اینا اصطلاحا میونه پا میذاشتن، ویلو دو گامبا میگفتن اونها. ببینید. بله. بله. اونجا هست، اون قوس ها رو میبینید. این برای اولین بار در تاریخ ویولون هست که ما درش قوس میبینیم. داره دو تا قوس از طرفین شده، قوساش هم نسبت به قوس ویولون کوچیک هست. بله. این خود آقای فراری ویولون ساز هم بوده. و پیش از این یک سازی عرض میکنم بود که همین آرشه‌ای بود و کاملا بیزی بود. بله. یک چیز مثل عود. مثل عود. بله. اونو میزنم بهش گفتن فیدل. امروز هم هنوز اصطلاح فیدل به ویولون گفته میشه. بله. بله. گفته میشه. بله. و اینها اولین نشانه هست. یک ویولون هست که در داخلش امضای آماتی هست که قدیمترین ویولون هست در موزه آکسفورد. در موزه آکسفورد. بله. آماتی اینا خانواده بودن. یک شهری داریم در ایتالیا به نام کرمونا. 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 بله. بله. اونجا خانواده هایی بودند و اونجا درست مثل کاشان که میگوییم یا تبریز که محل فرش های ایران هست. بله. و بهترین فرش ها از اونجاست. بله. اینها، این شهر هم بهترین مکان برای ساختن ویولون بود و شروع کردن کارگاه مختلف، خانواده های مختلف تا چند نسل. بله. مثلا نسل گوارنری چند نسل، نسل چیز میچل چند نسل، آماتی چند نسله. بله. ولی آماتی از همه استادا قدیم تره. بله. ویولون، ویولوناش تعدادش هست در موزه ها البته. بله. و بعد شاگردان آماتی رو داریم. نیکولو، برگونزی، گوارنری و از همه مشهورتر استاد استرادیواریوس هست، آنتونیو استرادیواریوس. بله. ویولون های استرادیواریوس امروز از 10 میلیون دلار بالاتره. بله. و آخرینش فکر میکنم بوده 15-16 میلیون دلار به فروش رفت. بله. بله. و خدمتشون، در این شهر جنگل مخصوصی بود. خیلی ها بر این هستن که چون بعد از اینکه این سازها ساخته شد و ابتدا ویولون برای ساز مجلسی بود. برست. مجلسی بود، بهش میگفت برای چیمبر میوزیک، هنوز فیلهارمونیک ارکسترا و کمپوزرهای بزرگ و آهنگسازهای بزرگ مثل بتهوون و باخ و اینا نیومده بودن. برست. این اشراف اروپا جمع میشدن و یک ویولونیست برای اینها ساز میشد. اصلا اساسا برای چیمبر میوزیک ساخته شده بود. برست. ویولون وقتی که این ارکسترای عظیم ساخته شد، دیدن که پرتاب صدا به حدی نیست که همه جمعیت رو بشنوه. بله. این است که آمدن یه تغییرات کوچکی در خرک و زاویه دسته دادن. تنها سازی که هیچ دست نخورد سازهای آقای استرادیواریوس بود که هم چمبر میوزیک رو باش می‌نواختن و هم امروز در واقع 510 تا از این سازها در جهان هنوز هست. بله.
این مرد 1100 تا ویولون ساخته و گوارنریوس رو داریم که 60 تا ساخته، ولی همین 60 تاش کافی بوده که اون رو در ردیف استادان خیلی بزرگ، بله 30 تاش هم مشهور است که در زندان ساخته، 30 تاش هم بیرون از زندان، مثل یکی شیشا گرفته بودن زندانش کرده بودن. بله دیگه. بله و دیگه بهتر از اینها چیزی ساخته نشد. و ما عرض میکنم جیکوب استینر داریم که آلمانیه. جیکوب استینر هم سهم عمده‌ای داره در کمال ویولون. بله و بعد در تکاملش. در تکاملش بله. بله بله. و اینها مدل ویولون شدن. دیگه بعد از اون هم هر چه سعی کردن که آقا صداهایی به دست بیاد که به پای اون صداها برسه میسر نشد. کامپیوتر و تکنولوژی جدید هم کمک نکرد. تئوری های مختلف به میان آوردن که این چرا این سازها اینقدر صدای خوبی دارن. یکی از اینها موضوع گذشت زمان و پختگی این سازهاست. بر اثر گذشت زمان بهتر و بهتر شدن. بله. و نتوانستن. گروهی گفتن که این مال اون فینیشی است که روی این سازها میکشن. یه عده‌ای گفتن که در اون زمان چون پولوشن کم بوده این چوب‌ها کاملا تمیز بودن. و برخی گفتن که یک درختی بوده است در همین محل کرمانا که یک سمق مخصوصی داشته و این سمق رو از اون درخت میگرفتن و اون چنخ بسیار قطع کردن دیگه اون چوب‌ها به دست نیامد. گروهی گفتن اینها رو از نواحی آلپ می آوردن. خیلی داستان افسانه قصه زیاد است. حتی آقای اینشتین مدتی روی خودش ویولونیست بود. مدتی روی این قضیه کار کرد. یک ساز استراد آوردن و گفتن که آقا این علتش چیه؟ این پختگی و زیبایی. گو اینو فقط باید از سازنده پرسید. من نمیتونم چیزی در این باب بگم. و جالب خدمتتون عرض کنم برای جشن هنر شیراز بود. که آقای منوهین رو دعوت کردن. یهودی منوهین بله. یهودی منوهین یکی از نوادر نوازندگان ویولون بود. در که آمریکایی بود. آوردن و دولت ایران یک ساز استراد خریدن. اون زمان ارزون بود. شاید مثلا 780 هزار دلار. که با اون ساز زد. و بعد سال 79 که انقلاب شد، یک سال بعد یک ایرانی این ساز را آورد در نیویورک و به قیمت 200,000 دلار فروخت. حتی آخونده آمدن دنبالش که بگیرن ازش و اینا بنام. و اشتباه که اگه نگه داشته بود حالا ممکن بود که 20 میلیون دلار بگیره. بله. همه این که این ساز از کجا آمده، این صحبت بسیاره. حق ایرانیان همه جا خورده شده. در این جا هم خورده شده. بسیاری از محققان بر این هستن که این ساز از یونان اومده. یک سازی هم بوده لیرا بیزنتاین لیرا را نشون بدید لطفاً. ببینید این در روم نواخته می شده. ابن خرداد به جغرافیدان بزرگ ایران لیرا رو دیده و اون رو بر اینم لیراست. ببینید اون مجسمه هایی که هست. این نواختن ساز با آرشه یکی از حرکت‌های نبوغ‌آمیز آدم بوده. درست. چون خیلی خیلی کار ابداعی مهمی بوده. بلد. که شما با آرشه صدر چون معمولاً با مزراب. بلد. این لیرا شباهتی با ویولون داره، ولی حقیقت این هست که رباب سهم بیشتری داره. این رباب هست، رباب هم گفته میشه. دو نوع رباب داریم، یکی مزرابی است که در افغانستان امروز هم زده میشه. بله ببینید اون زمانی بوده که ویولون تکمیل نبوده، اونجوری نواخته میشده. این یکی از نقاشی های قرن 15 هم باستی باشه. و رباب اینجا ببینید داره قوس گرفته کرد. بله درسته. رباب این رباب حالا از کجا رفته؟ وقتی که زریاب کبیر موسیقیدان نابغه ایرانی به دربار هارون رفته، اونجا اسحاق موسلی از حساده، بله این رباب مزرابی است که ملاحظه میکنید. بله اون رباب آرشه‌ای بود که پدر ویولونه به نظر بسیاری. بله. و این زریاب وقتی خدمت هارون رفت و اینها، هارون بسیار او رو پسندید و شگفت زده شد از این همه هنر در تکنوازی عود. بله.
و بعد اسحاق حسادت میکنه و او رو تهدید میکنه که اگه در مهد بغداد بمونی جونت در خطره. اونم بله همینطور بوده دیگه. بله در حق باربد هم شنیدیم این داستان ها رو و این در حق موزارت هم هست و حسادت موسیقیدان دربار یه فیلمی هم ساختن آمادی است اگه دیده بشه. بله ایشون راه کوردوبار در اسپانیا در اونجا ادامه تداوم حکومت بنی امیه بوده چون اینا گریختن بقیه بنی امیه رفتن اسپانیا اونجا یک دولتی تشکیل دادن چندین قرن اونجا بودن و خیلی طرفدار علم و معرفت اینا بودن. خود اون سلطان خلیفه آمده پیشواز زریاب مدرسه موسیقی کوردوبا درست شده و شاگردان زریاب و سازهای ایرانی که برده با خودش من جمله رباب از اونها بوده و از اسپانیاست که موسیقی ایران و سازهای ایرانی تأثیر میذاره بر سازهای اروپایی. بنابراین این که این از لیرای بیزنتاین هست یعنی همین امپراتوری روم شرقی یا رباب بحثه ولی بیشتر به رباب شبیه ربات ها و از صورت این هم یک افتخار تاریخی است برای موسیقی ایران و عرض میکنم که بعدها خب ویولون شهرت یافت فرهنگ های دیگر استفاده کردن ویولونیست های بزرگ آمدن مثل پاگانینی و یا شاهایفتس و اینقدر تعدادشون زیاد است که وقتی جلسه رو میگیریم من بخوام نام ببرم و امروز هم ویولون ساخته میشه هنوز هم بهتریناش در ایتالیا ساخته میشه آلمان و بلژیک اینها پرچمداران ویولون سازی هستن. ویولون چینی هم ماشاءالله با ماشین ساخته میشه که یک پنی ارزش نداره اینا این چینی ها به همه کار دست میزنن از چاپ قرآن تا ساختن ویولون تا مهر مهر و تشبیه و این که این ساز چگونه به ایران آمد این مطلب مهمی است که باید به این توجه کرد. در واقع مشروط یک حرکتی بود که مدرنیتی بر اثر برکت مشروطه بوده درست. گرچه قوانین مشروطه متاسفانه باطل کردن و این کشور از دست رفت بله. اما بسیار کمک کرد به نو شدن ایران و در مسیر مدرنیته قرار گرفتن درست. موسیقی هم از این داستان بیرون نبود یواش روشنفکران اقبال کردن به سازهای اروپایی پیانو آمد وقتی پیانو آمد هیچ که بلد نبود زدنش رو سنتور نوازان بله. مثل سما حضور درست. پدر حبیب سمایی که از بزرگترین سنتور نوازان بوده اینا یا حسن سنتور خان بله. اینها رو اقبال کردن به پیانو و کمانچه نوازان اقبال کردن به ویولون. شما ویولون سوار گوش کنید صدای کمانچه میشنوید بله. اون اصالت کمانچه رو در ویولون بله. میبینید درسته بله. و در دارالفنون موسیقی تشکیل زبان موسیقی زبان نوت در همین درویش خان تحصیل کرده دارالفنون بود بله درست بله و این بیا این ساز به ایران آمد. محمد حسن خان ولیعهد یه روز یک ویولونی رو به آرامی میذاره در اون اتومبیل دربار و احمد شاه میبینه میرفته که یه جا یاد بگیره. احمد شاه گفته است که این جوان داره آبرو ما رو میبره ویولون دیدیم که دستش گرفته بود بله این داستان. اما به هر صورت بزرگترین دشمن موسیقی آخوندها بودن همیشه حالا بماند و مدرسه ملی موسیقی که تشکیل شد درست. که البته ما متد ویولون نداشتیم برای نوازندگیش و کلنل وزیری متد رو آورد دیگران هم البته آورده بودن منتها کلنل وزیر خیلی آکادمیک بود و خیلی جدی بود و مدرسه عالی موسیقی درست شد. یک کسایی رفتن آلمان عرض میکنم که اونجا دیپلم طلای مثل مینباشیان طلای ویولون گرفتن مدرسه عالی موسیقی درست شد. از خارج از چکسلواکی مدرسه تعلیم ویولون رو بردن به شیوه کلاسیک غربی بله. و کسانی بودند که رفتن در اونجا و ویولون اونجا تکمیل کردن. نمونه عالیش دوست عزیز ما استاد فرید فرجاد بزرگوار بله که ایشون شاگرد مدرسه موسیقی ملی بودن درست بله. وقتی مدرسه موسیقی ملی درست شد اونجا استاد سبا که استاد همه سازها بود هم ستار میزد ایشون بله هم تار میزد بله هم کمانچه میزد هم ضرب میزد پیش هم استاد یاد گرفته بود بله سبا یکی از
بزرگترین استادان نوابق موسیقی ماست. یعنی امروز این نور این موسیقی ایرانی از بذارید شاعرانه بگم از دو گوهر گرفته میشه، درویش خان و شاگردانش، سبا و شاگردانش. اون چه امروز به عنوان موسیقی داریم از این دو بزرگ است عمدتاً. و مدرسه ملی موسیقی که باز شد، استاد سبا تدریس میکردن و استاد محمود ذوالفنون که خودشون تعریف کردن که من از شیراز آمدم، مدت ها ساز میزدم پیش یک چکسلواکی، در کارخانه قند بود کار میکرد اون چکسلواکی. گفتم من آمدم سلام کردم و استاد سبا گفتن سلام و گفتن که برای چی؟ گفتم آمدم خدمتتون یاد بگیرم. گفت که بیار ساز تو آوردی؟ آوردم. گفت که شما احتیاج ندارید، شما احتیاج ندارید. گفت صدا کرد آقای خالقی رو، گفت که خالقی ببین جوان شیرازی چه آرشه‌ای داره. و بعد ایشون رو گذاشتن معلم و مدرس یکی از کلاس ها، دو کلاس ویولون داشتیم. فرید عزیز ما شاگرد کلاس استاد ذوالفنون هست. یه تصویر از 4-5 سالگی فرید هست که ایستاده و داره ویولون میزن. بله خوب است با خودشون هم صحبت کنی در این باب. با فرید جان در برنامه بودیم استاد. آره من ندیدم متاسفانه. با هم معلم صحبت کردیم که قرار بود این برنامه رو ادامه بدیم. استاد مشی نکته ای که شما اشاره کردید، من فکر کنم که شاید امروز و روز اکثر هنرمندان نام‌آورمون واقعا این لقب رو که به کلن علی‌نقی وزیری دادن، اون رو پدر موسیقی نوین ایران معرفی میکنم. با هر کی که ما صحبت میکنیم خب میدونید که ایشون 5 سال در خارج میره دوره میبینه، 2 سال گویا در فرانسه بوده، 3 سال در آلمان. وقتی میاد متد علمی ویولون رو پیاده میکنه. همینطوره. بعد خب میدونید که از شاگردان بسیار بزرگوارش خود همین استاد رولای خالقی بود که در مکتب سبا بودن و همینطور استاد سبا. بله. بسیار به کلنل علاقه داشتن. یاران جدا ناشدنی بودن با کلنل. کلنل خیلی زحمت کشید، خیلی هم سختی کشید، خیلی هم ببخشید بهش بدی شد در همون زمان. بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید این مدرنیتی که آمد، این روشنفکران ما مثل کلنل، مثل کسروی، اینا هر کدوم سعی میکرد در اصلاح جامعه و نجات جامعه از خرافات و از اون سنت در واقع ایستا نجات بده. در این رهگذر گاهی به اشتباه افتادن. مثلا کسروی یه فرد که از افراد مورد علاقه من هست، عکسش هم در برنامه من هست. فرید فرجاد رو نشون بدین لطفا. فرید هست که مرتب و منظم انگشتان عرض کنم که مرتب همه چیز عالی. و فرید از مدرسه در ایران جزو نوازنده های بسیار بسیار مشهور بود، حتی در کش سمفونی. بله در ویولون اول رادیو شرکت داشت. من یکی دو تا کار ازش دیدم. بله بسیار خیلی خیلی ممنون عزیزم. فرید عزیز رو نشون دارید. و این رو عرض میکردم که اینا گاهی به اشتباه رفتن، گاهی راه خطا پیمودن. کلنل در واقع زمانی که کلنل فعالیت میکرد در اون مقطع، ما دو گروه آدم داریم در باب موسیقی. یکی این که این موسیقی ایرانی یک چیز بیهوده است، همون مینباشیان که رفته بود مدال طلا ویولن گرفته بود، وقتی که برگشت گفت بریزید تو انبار این آشغالا رو، همه رو بیکار کرد. علی اکبر خان و تمام استادای سنتی فقط به موسی معروفی یه چیزی داد که نوت نویسی کنه، بغرم انداخت رو بیرون که اینا آشغاله. ببینید این قبض زدگی، این از هول حلیم تو دیگ افتادن. کلنل هم متاسفانه در زمانی که کلنل تدریس میکرد، درویش خان هم کلاس درس. بنابراین دو جریان در حرکت بود، جریان اصیل موسیقی ایرانی و اونچه کلنل میخواست. کلنل طرفدار ساختن مارش و عرض میکنم این کارها بود. میگفت که با موسیقی بایستی بشود بچه ها رو فرستاد جنگ. این آوازهای ایرانی یه مش آوازهای پای منقلی و فلان است، زیاده روی که کلنل. به همین طریق هم متدش و ایده هاش و نگاهش به موسیقی تداوم نیافت و تنها کسی که به او وفادارمان روح الله خالقی بود.
درست و درویش خان میگفت. بله. حق با درویش خان بود. ضمنی که این رقابت شاید بگیم تو جریان که به هم خورد خیلی در موسیقی تاثیر مثبت، کلنل از اون آدمای بزرگی است که و مردی بود که به هنرش احترام و به خودش احترام میذاشت. بله درست. یه وقتی یک مهمانی از خارج میاد و مرحوم رضا شاه میگه به کلنل بگید بیان و در اتاق مجاور زمانی که ما شام میخوریم ساز بزنن. این داستان خیلی مشهوره. کلنل میگوید که اگر شما میخواید ساز گوش کنید وقتی شام صرف شد در سالن آمفی‌تئاتر دربار بشینید، من ساز میزنم، من مطرب نیستم که بیاد و بیرونش کردن از کار، انداختنش بیرون. 1320 که اون جریان شد و مرحوم رضا شاه از ایران رفت، دوباره کلنل رو شغل دادن. یعنی بابت همین کار یک بار آقای مشیر فرمانش یادتون نره، من یادمه که عرض کردم که ارباب جمشید که وکیل مجلس بوده یه مهمانی میده، کلنل هم دعوت میکنه، کلنل هم میره در اون جمع، خب به عنوان مهمان میشه، بعد میبینه که تارش آوردن گشتن جلوش، اصلا این بی احترامی کنه، قهر میکنه، بلند میشه میاد، بلند میشه میاد. بعد اتفاقا کلاس یه کلنل داشته، ملکش مال ارباب جمشید بوده، بعد دوستانش میگن آقا بابا این ملک مال اونه، فردا ما رو بیرون میکنه، کلاس ها تعطیل میشه. کلنل میگه ببینید هنرمند ارزش داره، منو اگر به خاطر سازم دعوت کرد من بلندشتم رفتم، من برای ساز اونجا نبودم، برای اینکه اگر قرار بود من اونجا دست به ساز بیارم بقیه و کلام عادت میکردن هفته بله یکی هر... میخواست اون یکی میخواست. بعد جالبه شما هم بشکن زدن و استاد خالقی چقدر این نکته رو خوب سنجیده، میگه بعد یعنی یه سفر تابستانی میکنن که به اصطلاح سبا بوده، خود کلنل بوده، رولا خالقی بوده، خیلی بودن، یا آقای دکتری هم باشون بوده، میرن آقا در شهرستانک در اونجا یه ایلاق بوده، سفر یه ایلاقی میرن، اونجا یه پیر مردی بوده که میاد زندگی خودش شهر حالش میگه، میگن چی شده آخه پیرمرد اینه زره جوون میدن دست میدن، میگه اینا عاشقن، میگه همه شما عاشقین، و سوا که به ویولون دست میزنه میزنه میگه بله ما عاشق این سازیم، پیرمرد سان خوشش میاد. بعد میگم پیرمرد تو بگو زندگی چه، میگه بله من این دختری دوست داشتم لیلا. خب چی شد پیرمرد؟ میگه یه چیزی شب دیدیم که این دل درد گرفت و شدید دلش درد میگرفت، همه اومدن از ده فالا من کاری نتونستم، لیلا مرد. ای وای. بعد میگه کلنل برای اینکه از این پیرمرد دلجویی کنه تارشو برداشت یک ساعت برای این پیرمرد نواخت. بارکلا. خالقی میگه کلنلی که در مهمانی ارباب جمشید دست به ساز نزد برای یک پیرمرد روستایی این گونه نشد، خیلی وفادار بود بهش. خیلی وفادار. میخوام میگم عواطف و احساسات یک هنرمند تا چند اندازه رقیقه. بله البته. خدمت شما عرض میکنم که آقای رولا خالقی خودش یکی از بزرگانه، ایشون خیلی وفادار بود به کلنل. این دو جلد داستان موسیقی ایران که نوشته، جلد دومش تقریبا اعظمش بحث بود ما کلنله، داستان کلنله، ولی شیوه کلنل و نگاهش به کلنل یکم رادیکال بود. بله. مثلا وقتی که میرزا حسین قلی و اینا رفتن به اروپا، درویشان مخالف بود، درویشان خیلی ضد انگلیسی، آدم سیاسی بود، درویش بود، آدم بزرگی بود درویش خان، گفت استاد تشریف نبرید به خاطر جریان سیاسی. آقا حسین قلی میره میره و اونجا پر میکنن صرفه مسترز فکر میکنن. بله. در غیاب اینها درویش خان یه تعدادی پیش درآمد ساخته که برای اولین بار بوده. بله. چون فقط می‌نشستن از ردیف شروع می‌کردن، درویش خان پیش درآمد براش ساخت یه سر سامانی. بله داد بمون. بله. بله. گفت درویش زمان ما و درویش نخست، هر یک به رهی رسم تجدد می‌جست. بله. بعد میگه که منظورش درویش عبدالمجید طالوانیه. بله. میگه که اون خط راست رو شکسته کرد، این موسیقی شکسته رو درست کرد. این یک دو بیتی زیبایی است، یکی از همین قاجاری ها گفته. باری درویش خان پیش درآمد رو ساخت، اینا صفحه کردن اینها. بعد کلنل تو یکی از سخنرانیانش میگه با چند تا پیش درآمد بازاری خیلی بی لطفی میکنه، در حالی که درویش خان همواره مرحمت داشت به کلنل. بله. میومد سازش رو میشنید، نمایشنامه هاشو میدید، میگفت یا پیر جان خیلی خوب بود. بله. بله. یا پیر جان خیلی خوب بود. و کلاس کلنل رو داریم و کلاس درویش، کلاس از کلاس و در واقع کوشش های کلنل ما میوش روح الله خالقی بود. درست. در حالی کلاس درویش خان ما سبا رو داریم
هرمزی رو داریم، علی اکبر خان شهنازی رو داریم. بله. و بسیارانی در استاد نیداوود رو داریم که شاگرد خیلی خوبش بود نیداوود. بله. و بعد که اینا اومدن و کلاس گذاشتن، شاگردان اینها به خصوص سبا، اینا هر یک در یک زمینه برای خودشون آدم های نام‌آوری شدن. سبا در کلاس سبا 1500 نفر به قول خودش که نوارش هست تعلیم موسیقی پیدا کرده. خب همه اینا در ویولون نبودن، ولی شاگردان ویولونش کسانی هستند که 90% این آهنگ های زیبا و این ترانه زیبا کار اونهاست. بله کاملا توجه میکنید. از اولین شاگردش که یعنی شاگرد ارشدش که خالدی بود. بلد. که با خانم دلکش خیلی کارهای مهم کرد. بلد. و آهنگ های زیبا ساخت. مهدی خالدی آمد، این فرمی که در گل ها اجرا میشد، یعنی آهنگ بله تصنیف. بله. که یه خانم میخوند. بله بعد ساز ایرانی و آواز. بله. بعد اون ترانه تکرار میشد و تمام میشد. درست. و این ساختار رو مهدی خالدی پیشنهاد کرد. این تعلیمات ویولون که توسط سبا و دیگران حسین یاقی، اینها میوهش چند تا شاگرد ممتاز بود. بله درست. این شاگردان ممتاز ویولون بعض اینها هم آهنگساز تراز اول بودن، هم سولیست تراز اول بودن. ما دو نفر داریم، یکی حبیب بدیعی، یکی پرویز یا حقی. عده هم آهنگسازهای تراز اولی بودن اما سولیستای خیلی خوبی نبودن، مثل مهندس خرم، مرحوم تجویدی. اینها ولی تجویدی آهنگساز توانا در تراز اول، ولی سولیست اونچنانی نبود. این سولیست بودن کار بسیار بسیار مشکلی است. و اصل ملک هم با جز سولیستای خیلی خوب بگذاریم، و چون خیلی زیبا و روان پنجه بسیار فرمانش یاد داره آقای یهودی منین که آمده بود وزارت فرهنگان رو موقع دیگه، خب میدونید که اصل خان ملک هم اونجا تدریس میکرد، کار میکرد در آمفی‌تئاتر همون دانشکده هنر و زیبا. یهودی منهین ساز اصلا رو میشنوه، ویولون که میزنه میگم بسیار به دلش میشینه، میگه این چقدر زیبا اینو مینوازه. بعد اصلا رو دعوت میکنه، میگه من به کشورهای دیگه میرم، فستیوال های موسیقی دارم، تو حاضری همکاری کنیم؟ آبیا خب باشه، افتخارش بوده. بله. اصل الله خان خودش هم عنوان کرد، در کتاب هم ذکر شده، به فرانسه میرن، ایتالیا میرن، اسپانیا میرن، در این فستیوال ها شرکت میکنه. بله خیلی آدم لایقی بود. بله. خیلی با احساس و روان. بله. منتها خلاقیتش به پای پرویز یا حقی نمیرسی. نه خیلی هیچ کنه بله شما اگه نواخته های مرحوم ملک رو بشنویم. بله. یه امضایی داره که اون امضا رو در سگاه میزنه، در چارگاه میزنه، در هر دشتی میزنه، اون سگاه رو میزنه. بله. و میدون با یه چارمزلاب اصفهان مشهور شد. بله. اصلا با اون چارمزلاب مشهور شد. گریه لیلی دیگه. بله. 17 سالگی من... این چارمزلاب. بله من بله. یک داستانی شنیدم و اون این که زمانی که حبیب‌الله خان رئیس موسیقی بود اجازه نمیداد که چیز بیاد، ملک بیاد. رفتن گفتن آقا چرا؟ گفت خیلی شلوغ میکنه. شلوغ میکنه، بری یه کمی آرام کنه سازشو، اشکال نداره. بعد میره و خلاصه رو بله بعد راش دادن و خیلی مورد قبول مردم واقع شد. درست. خیلی ساز زیبا و روانی داره. بله پسر پنجه. بنابراین برمیگردیم سر این موضوع. بله. اینا که اصطلاحا در غربشون ویولونیست، ویولونیست کامپوزر میگن، یعنی بله. ویولونیست های آهنگساز. اینها کسانی بودند که اعظم ترانه، بخش اعظم ترانه و تصنیف هایی که در گل های جو اینا می ساختن. درست. حبیب‌الله بدیعی، پرویز یا حقی، مهندس خرم، تجویدی و کسان دیگه هم بودن. بودن بله کسان دیگه هم بودن. کسان دیگه هم بودن. بودن که حالا همه اسمشون رو خود استاد جواد معروفی علاوه بر اینکه کار اینا رو تنظیم میکرد خود بله بله آهنگای زیبایی ساخته بله گل ها اجرا شده بله بله به خصوص با بنان چند کار یادگاری این آقا خب فرزند موسی خان معروف بوده بله 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 چه شخصیتی بود موسی خان معروف، بی نظیر بود این مرد، بی نظیر واقعا. آدم آقای مشیری ببخشید گاهی میخواد زندگی اینا رو بررسی بکنه، اصلا میمونه از کدومش رو شروع کنه، هر کدامشون واقعا در اون ردیف شما محجوبی رو ببینید با اون منتهای فقر اینا کار میکردن. آقای توفیقی کسی به اینا کمکی نمیکرد. بله.
هیچ کمکی بگیرین از دولت. ما این صد نم چقدر صد تومن در رادیو اینا، این هم ساعت هفت صبح باید میباید دفتر امضا میکرد از اینجور کارها. آقای مشیر، فراموش کردیم از یه شخصیتی که فوق‌العاده است، که متاسفانه اواخر میدونی دیگه دوچار یه حالت شده بود، که اون رضا محجوبی بود. بله بله، نوازنده خیلی توانایی بله بله بوده و ازش خیلی یادها شده، خود اساتید ما ازش یاد کردن. فوق‌العاده نوازنده خوبی بوده، ولی اواخر میگن که خب دوچار یه بهش میگودن رضا دیوانه، ببخشید بله بله میگن رضا دیوانه، میگن که فوق‌العاده بوده، بله استعداد خارق‌العاده داشته. بله. دو چیز از ایشون بگم. بله. یه خاطره که استاد جلیل شهناز برای مخلص تعریف میکرد، بله، گفتن یه روز میامدم کنار خیابون دیدم رضا افتاده. بله. بردمش منزل، هوا سرد بود، گفت اونجا لباسش گرم کردن و کرسی بود حالا یا هرچی بود. بله. بله. حالش این خوب شد، گفت یک جامی هم چیز کرد و گفت به خدا شاهد است اون روز این رضای محجوبی یک همایونی زد که من در عمرم به این خوبی نشنیدم. به خاطر از یاد ازش مونده. یک روزم رضا شاه خیلی علاقه به موسیقی داشت، گاهی هم میخوند. بله بله. یه روز میخونده به بهبودی میگه بهبودی خوب بود؟ آخه. میگه اعلی حضرت خیلی عالی بود. میگه تو هم بخون. میگه خب من صدا ندارم. بعد میگوید که تو فکر نمی‌کنی من دلم نمیخواد که بخندم؟ آخه. گفت که میگه که چون تو قربان، میگه من تا بخندم اینا سوار من میشن، چرا من باید سکر مهام دائم تو هم باشه؟ میخونده. منظوری که به موسیقی علاقه داشته و ذوق هم داشته. ذوق هم داشته. درست یه نکته ایست که بعدا من خدمتتون بله، میگم. بله. حتی یک بار سرزده میاد که کلنل وزیرینا بودن، بعد خیلی خوشش میاد که شما اشاره کردی به کلن، میگه خب اینا رو یه کاری از اون موقع میگه کلن این سرودها رفت تو مدارس، یعنی معلم. بله بله من یادمه. بله. سرودها تو مدارس بود. بله بله, بله. خلاصه در یک محفلی جایی بودن. بله. میبینه که رضا محجوب اونجاست. آخی. به یه سرلشکری میگه که یا سرتیپی بوده. بله. امیر بوده، میگه برو به رضا بگو یه بیعت توک برای من بزن. این آقا میره و میبینه که رضا رفت. میگه که چه کردید؟ گفت که من رفتم بهش گفتم موسیقی غرقه. گفت چی بهش گفتی؟ گفت من رفتم بهش گفتم مزن هردمت هم همراته. آره. یا مزغونت همراته. گفت مرد حسابی توی این هنرمند حساسی تو رفتید، من گفتم برو بهش بگو فلانی میگه. یعنی پیرو فرمایشتون آدم نابغه‌ای بوده. بله. محجوبی ها و رضا محجوبی که تأثیری که گذاشته. بله. بله. در نوازندگی پیانو. بله. این مرد قیامت کرده به جهت اینکه این پیانو برای موسیقی غربی درست شده، موسیقی درست. که باخ بنیاد کرده. بله. و اضافاتش زده و اینها، یعنی در واقع این شارپ و فلت ها، یعنی دیزو به مال ها که ما میگیم. بله. اینا در پیانو هست، اما کوارتر تون نداره، یه چهارم پرده نداره. بله. یعنی فرض کنید که ما می‌خواهیم که فرض کنیم چارگاه بزنیم. درست. ما یک لاکورون لازم داریم. اینو نداره. پیانو موسیقی غربی نداره. نداره بله. اینه که کوک می‌کرد. بله. مثل برق ساز ایرانی کوک می‌کرد و می‌زد. و این هنر در واقع نبود که بتونن سازرم کوک بکنن و بزنن. بله. وقتی می‌زنه کاملا صدا ایرانی. بله. حالا نریم بیرون از داستان ویولون. بله. اینها البته این سولیست ها کسانی نیستن که ما بتونیم بگیم که شاگرد چرا نداشتن. مثل باید. شاعریه. شاعر باید. که نمیتونه شاگرد شاگر با شاگردی که شاعر نمیشه. آقای جلیل شهناز استاد محترم که نمیتونه شاگرد چه شاگردی چی بهش یاد بده، چون اینا بیشترش خلق الساعه است و اینا متد نداره خلق الساعه. این عواطفش رو میتونه به بهترین وجه به ساز منتقل کنه. و این سولیست بودن خیلی خیلی کار مشکلی و استعداد فوق‌العاده میخواد که شما میتوانی سولیست باشی. زدن ویولون ممکن هم یاد بگیرن. بله. ولی سولیست خلاق ما خیلی 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 خیلی, خیلی. یعنی بعد از 100 سال که در ویولون زحمت رفت، حاصلش آخرش از نظر سولو
درست. در موسیقی ایرانی عرض میکنم، هموطنانی که رفتن و موسیقی فرنگی کار کردن بودیم که چند نفر بودن. بعد نیستی یادی بکنم از استاد محترم رحمت الله بدیع، این مرد بزرگ، مرد خیلی بزرگ، این مرد شریف نازنین استاد. بله. من شنیدم بعد از این همه سال زحمت به جور میگه گفتن آقا بددین، حقوقش رو قطع کردن، خیلی عجب، حقوق بازنشستگی کردن. این آخوندهای بیعقل نادان یک آدم بزرگی مثل رحمت الله بدیعی رو حقوقش قطع کنین. آقا اگه ایشون اون توان رو نداشت که بیاد بره یک کشور اروپایی و در یک ارکستر بزرگ اون رو استخدام کنن، ببینید مایه موسیقیش چقدر بوده. درسته. و فن موسیقی رو در چه حدی میدونسته که در اروپا که این همه ویولونیست بیکار هست به ایشون شغل دادن. بله. و حقوق این رو مرد بزرگ رو، هنرمند بزرگ رو قطع کردن. بله. خب آقای مشیر شما بهتر از من میدونید، من اون موقعی که در همون انقلاب اومد و ملا اومدن سر کار، اولی یورششون واقعا بر هنر موسیقی بود. بله. همیشه موسیقی اولین قربانی همیشه بود. به قول آقای تجویدی روان شاد گفته بود این موسیقی همیشه شلاق خورده، ولی شلاقی که این اواخر توی 38 سال بر پیکر این موسیقی دانها نواخته شد اصلا قابل بیان نیست، واقعا زجرآوره. حالا آدم نمیخواد وارد اون بحث بشه. شما آقای مشیری عزیز با همین هنرمندان معاصر ما که چند تنشون هم در غربت هستن پای صحبتشون بنشینید، چه بلایی که سر اینا حکومت نیورده. آخه مردم اینا رو نمیدونن، اصلا جوان نمیدونه. آخه اینا رو دادگاهی کردن، چه محاکمه هایی بعدان هم گفتن. بله. شما دیگه حق ندارید. حالا بله. خانم های هنرمند که جای خود داره، مردان بزرگ ما. بله. خب شما نگاه بکنید، مثل این که مثلا یه پرنده رو دوتا بالش قیچی کنید. ها همین آقای پرویز یقی خانه‌نشی بود، اون چه درست کرده مونده، ولی آخه این با جوی هم ازش کردن. بله. من یه پرونده دادگاه دیدم. بله. آقای شمایی‌زاده به من نشون داد. بله. که خونشون گرفت. بله. نوشته که متهم نام برده در روزگاه شاه یه چیزی هم به کار بردن. بله. بله. به شغل کثیف خوانندگی اشتغال داشته و با این بهانه خانش رو بگیری، یعنی مسکنش رو ازش بگیری بندازش تو خیابون. آخوند دیگه. بله. خدمت برگردیم سر داستان ویولون و ویولون و اینها. ما یک شخصیتی دیگه داریم، سرپاس مختاری. بله. سرپاس مختاری یکی از آدمای عجیب بوده از نظر نبوغش، یعنی یک کسی که انقدر خشن باشه که بتونه رئیس امنیتی باشه و شکنجه بکنه اینا، و نتوانستن نام اون رو از اهمیت نتونن، چون مهمه. پیش درآمدهای ساخته با پیش درآمد درویش خان برابری میکنه این آدم. بله. و ساز زیبایی میزده. بله. یه پیش درآمدی در اصفهان داره، فریدم میزد، خیلی خیلی زیباست. بی اندازه پیش درآمدهاش قشنگ سرپاس بود. بعد بهش میگن یه اسم دیگه براش گذاشتن، مختار بهش میگن. چیز بهش میگن سرپاسش نمیگن اینا. و رکنودی مختار میگن، رکنودی مختار. بله. و ویولونیستی بوده، جمع میکرده چیزها رو، هنرمندها رو ساز میکرد. چند تا آهنگ در گلها اینا بازسازی شد، اینا اجرا شده، اسمش هم میارن هم رکنودی مختاری. درست میفهمید. بله. بله. اون ویولونیست بود. خب چون ویولونیست بود. بله. و عرض میکنم که پرویز حقی یکی از، حالا شما شاید بهتر باشه با لقمان عتمی هم صحبت کنید، چون شاگرد تنها شاگردی که داشته لقمانه. بله. لقمان شاگرد پرویز. لقمان خیلی استوار روی ویولون و بله. با ایشون صحبت بشه خیلی مفیده، چون ایشون اطلاعات خیلی خوب داره. بله. عرض میکنم که این مرد یه نابغه بوده، پرویز حقی یک نابغه بوده، با همه معیارها که نگاه کنیم یک نابغه بوده. دقیقاً. همایون پور میگوید که بله. من از عموم نمیدونم کی، چون استاد سبا با مرحوم استاد حسین یا حقی رفیق و شفیق بودن. چه استاد شایسته ای بود استاد یا حقی. بله. استاد حسین یا حقی نازنین بود. بله. بعد یک تعدادی نوت نوشته بود. فرید میگه من تعجب میکنم از دقت این مرد در نوت نویسی. یک خطا نداره. آفرین. ببینید استاد سنتی بود. بله. باری اینا باشه. همایون پور میگه که من از عموم نمی کی خواهش کردم که ما ببره پیش این دو استادا. گفت شب گفت که با استاد سبا صحبت کردیم، یکی از منصوبان ما بود، که ایشون میخواد بیاد خدمت شما اینا. بله. گفت بهتره بره پیش استاد یا حقی.
میگوید که روزی که من رفتم استاد یعقوبی مشغول بود به یک کاری، گفت که پرویز ما دیدیم یه بچه در 11 ساله پاپتی اومد و گفت که ایشونو ببر درس اول رو بهشون یاد بده دایی تا این بچه کار گفت ما یه سنی داشتیم آقا این بچه چی میشه؟ بعد گفت این چیزی که هست که نوتای موسیقی روش میذارن این بلند بود مثل یه آدم بلند قدی سازه، گفت که لطفا اینو میشه بیاریم پایین چون قدش نمیرسی، گفت ما به ما دستورم داره میده حالا، گفت ما اینو سوز گرد اومدیم و گفت خب ما از ماهور شروع میکنیم، گفت ما شدیم شاگرد این بچه و ماهور زد و صدا من امتحان کرد و اینا و دو سن تا بچه هم بازی میکرد تو حیات کلسرک میکشیدن که منتظر ایشون بودن. آره دیگه بره تو حیات گفت که درس تموم شد رفت، گفت دایی درس تموم شد میتونم برم بازی کنم؟ گفت برو بازی کن. گفت پرید و رفت با بچه تو کوچه بازی. یعنی در اون سن و 18 19 ساله بود که اون آهنگو برای مرضیه ساخت و استاد سبا در همونجا ساز زده در ارکستری که اصلا آقای مشیریه که آهنگی ساخته بود که میره پیش داییش پیش حسین میزنه که ببینه اشکالی داره، میگن خیلی زیباست، بس شعرش هم استاد نواب و سبا رو شد که استاد غلام حسین خان بنان اینو خونده. عجب. بله این کدوم آهنگش؟ یکی از آهنگای مشهوری در گلهام اجرا شده. یادتون هست کدوم بود؟ اسمش یادم اینجا من یادداشت کردم الان خدمتتون اگه بشه میگم فوق العاده است اون کار. ای امید دل من کجایی؟ بله بله ای امید دل من کجایی؟ اینو در 18 سالگی ساخته بود. بعد یه آهنگی هم ساخت که اولین آهنگی بود شب مهتاب، میگه مهتاب شب رو خود پرویز خان میگفت. بعد با بیژن نشسته بودیم این آهنگو من ساختم، شعرشم بیژن گذاشت. بعد اینو میده همین همایون پور اجرا میکنه، بعد تا خانم مرضیه هم همین اجرا میکنه. جزو اولین کاراش بوده دیگه. اون موقع 18 سالش بوده. میدونید که در سن خیلی کم نوازنده خردسال رادیو بوده. سلو میزده اعلام میکردن رادیو نوازنده خردسال. اولین بارم که دعوتش میکنن مرحوم صوفی دعوتش میکنه به بیسیم. صوفی که موقع برای بچه‌ها بله بله این قدش هم به میکروفون نمیرسیده، روی صندلی پرویز رو نگه میدارن، تغییر رانی گوینده اونجا بوده دیگه، اینو بلند میکنه رو صندلی میذاره. بعد این وقتی تکنوازی میکنه سلو میزنه، اونایی که از رادیو گوش میگردن تصورشون دیگه حسین خان یعقوبیه، میان با اتومبیل که مثلا استاد با خودشون وردارن ببرن اونجا، میگن که ای بابا یه بچه 12 ساله اومده از استودیو بیرون. تازه متوجه میشن اون چه از رادیو شنیدن ساز پرویز بوده، ساز حسین نبوده. یعنی اینقدر تحت تاثیر استادش هم بوده. بله. میگه اول من تحت تاثیر استادم حسین یعقوبی بودم، بعد که میرم به مکتب سبا از اون کسب فیض میکنه، بعد خودش یه سبک ابداع میکنه که شما اشاره کردی واقعا نابغه بوده. بله. به نام پرویز یعقوبی دیگه ثبت میشه. بله. یعنی بیشتر کسانی که علاقمند شدن به ویولون عمدتاً تحت تأثیر پرویز یعقوبی و شهرتش بودن. بله. یک جوانی بود خوش سیما، بله. مدرن، با لباس همیشه شیک و اون سازی که دلها رو واقعاً تسخیر کرده. بله. این دوتن 3 دقیقه بیشتر نمونده. ای بابا. این دوتن یعنی حبیب حیب الله خان بدی. بله. ساز نوازنده بسیار توانمند. بله بی‌نظیر. آقای مشیری 2 دقیقه بیشتر نمونده، اگه موافق باشین آخرین کاری که آقای یقی خودش برای من فرستاد به یاد حیب الله بدی فوق العاده زیبا نوشته، اسمش من گوشه یاد. گوش کنیم. بله. با این دیگه وقت نداریم. با همین خداحافظی کنیم. هفته دیگه هم افتخار میدین در خدمتتون باشیم. اگر که اوضاع احوال درست باشه با حتما صحبت میکنیم. در خدمتتون فوق العاده بود استاد. خیلی تشکر و سپاس. امیر جان ممنونم از محبتت.